عرض سلام و وقت بخیر مجدد خدمت دوستان. من چند وقتیه تو گروه و کانون آموزش نمیذارم و دلیل های خاص خودش داره که توی کانال حالا یه اشاره کردم. این آموزش حالا من دیشب بحثش رو شروع کردیم، جوابی هم ندیدیم که بخوایم مثلا از این ابزار استفاده نکنیم، چون این ابزار محدودیت به خودش رو داره و کار بخوای باش بزنی فقط محدود همین طرحه و طرح دیگه ای هم میتونه بزنه. این قسمت اگه توجه کنید اینجوری کشیده، نقطه ای در نظر بگیرید، این قسمت اگه به صورت خطی حرکت کنه یه وی اینجا، یه شیب اینجا میندازه، یه شیب هم اینجا، یه استافی هم اینجا میندازه که این دوتا کار رو میتونه این ابزار بزنه. اما ابزارهای دیگه هستن که کار این ابزار انجام میدن و کارهای دیگه هم انجام میدن. حالا یه فرقایی شد شبیه همین در نهید، اما نیاز نیست این ابزار رو حتما تهیه کنید. حالا دوستمون هم اشاره کرد که من با این ابزار نمیخوام کار کنم. خب برای زدن همچین کارهایی خیلی ساده است. اگه توجه کنید این ابزار شبیه ویه، ابزار وی که اگه توی خود کاتالوگ اصلی ابزاری که دارید نگاه کنید زده مشخصاتشو، دی کوچیکش زده 12، این قسمت اچشو یعنی هم کارگیرش از این قسمت تا این بالای خط عمود خط افق بکشید و خط عمود بکشید، این قسمت و این قسمت میشه ارتفاع، یعنی 14 تا کارگیر داره. تا اینجا هم تقریبا مثلا نسبت به اون قطر تقریبا میشه 10 یا 12 تا، چون قطرش بالاست. قطرش هم مثلا 80 زده، قطر بزرگ، از اینجا تا اینجا قطر بزرگ میشه و زاویهش هم زده 150 که همون بهش میگن A، که با این دایره کوچیک حالا علامت درجه نشون میده که آقا 150 درجه است. خب ما ابزار شبیه همین داریم توی کاتالوگامون یا اصلا توی ابزارمون، ابزار 150 که شاید مثلا قطرش پایین تر باشه، 60 باشه، شاید مثلا قطره بالش هم هست، حالا 100% قطره بالش توی بازار هستش، مثلا 150 60ش تو مارک های آردن هست، 40ش هم هست. ما در نظر میگیریم آقا ما با چند تا ابزار میخواییم همین حرکت رو بزنیم، مثلا 60 120 یا 140 و 60 150، حالا مثلا هم 60 150 در نظر بگیریم، ما اون همچین در رو در بیاریم. میریم تو آردکم. خب خیلی ساده است، من نمیدونم چجوری شما متوجه این قضیه نشدید. ابزار وی شما، حالا من وی رو بکشم اینجا، وی شما به این صورته، 60 قطرشه، 60 زاویه که از این قسمت شروع میکنه تا این قسمت میاد پایین، اگه توجه کنید یه زاویه‌ای داره به اندازه، اگه 150 باشه میشه 75، نصفش میشه 15 درجه. باید بچرخونیمش تا اون ابزارمون رو بکشیم. این درصد عوض شد، 15 درجه میچرخونیمش. یه بار ببندیم 15 درجه رو با ترانسفورم بچرخونیم، روتیتش کنیم، بنزیمش این قسمت و یه میرور ازش بگیریم به سمت این و این قسمت هم بچسبونیم این ور، اون ابزارمون به وجود میاد. این قسمت هم ببندیم این قسمت. وی ما به این صورته، یه زاویه داره به اندازه 150. خب وقتی این بخواد حرکت کنه، اگه خطی حرکت کنه، یه وی اینجوری میندازه اون شکلی که مثلا گل پیش داره به این صورت، مثلا دقیقا مثلا به این صورت کشیده شده. داره تو کاتالوگ اگه نگاه کنید میبینید اینو قیچی کنیم، مثلا این قسمت مثلا قیچی کنیم، خب دقیقا به این صورته گل پیچ. حالا یه قوسی هم اینجا داره که به این قوس اصلا کار نداره. خب وی ما هم شباهتی با این داره، درست؟ فقط این قسمت
تو رفتگی رو نداره. خب ما باید چیکار کنیم که مثل گل پیش در بیاد؟ خیلی ساده، با یه وکتور خیلی ساده میتونید این کارو بکنید. اونم وکتور دایره است. همین دایره ای که اینجا کشیده رو تاثیر ابزارتون بوده، ابزار گل پیش که به صورت دریلینگ اومده پایین رو بکشید بس این قطر 12، اون شبیه این در بیاد. اینجا گرد شده، اینجا یکم تیز میشه، حالا با یه سنباد ریز در میاد. میایم اینجا یه دایره میکشیم. من چون ابزارم رو کشیدم همینجا یه دایره میکشیم. خب دایره هم گفتم چی؟ قطرش 12 باشه. دیامترش رو تیکه دیامتر رو میزنیم و میزنیم 12. این قطر 12. خب الان این ابزار ما اگه دور این بچرخه چه اتفاقی میفته؟ اگه توجه کنید دور این بچرخه، من جوینش کنم، گل تر رو میگیریم جوین، این ابزار به این صورت بیاد اینجا دور این بچرخه. حالا صورت عمود باید در نظر بگیرید. وقتی دور این بچرخه، ببینید تا این قسمت تاثیر میذاره، وقتی دور میاد یه تأثیری روی MDF میذاره که همون شکل رو به وجود میاره. حالا من کشیدنش هم به این صورته، چیزی نداره، یه دایره میکشیم، میگیم آقا این دایره کپی بشه به فاصله 25 تا از گوشه های سمت چپ و سمت راست و چپ، یعنی فاصله سمت راست و چپش مثلا 25 تا بشه. حالا برای ابزار 150 اینجوری یه تعدادی دایره میکشیم و اینو طبق همون تری که ما گذاشتیم 45 درجه میچرخونیم. این ابزارم جا به جا کنم که توی توپ پتگیری تاثیر نذاره. اینو میذاریم وسط. حالا ترمون رو جدا میخوایم بکنیم، جدا میخوایم بکنیم، میتونیم بکنیم. این اون تر اصلی رو گروپ باید بکنیم، خواهیم مثلا بنازیم توی کاتر، کاتر مربعی که مثلا تر میخواد در بیاد، یه مستطیلی که در بیاد مثلا در پنجا درست. این هم بنازیم وسط. این هم بنازیم وسط و بگیم آقا این قیچی باشه، این هم تری که میخواد از بین بره. با این گزینه وکتور این قسمت و این قسمت رو انتخاب کنیم و اون قسمت رو قیچی کنیم و این مربع رو پاک کنم یا اصلا باش متوازد. خب این مثلا در کابینت ماست یا هر چیز دیگه، کلش رو بگیریم، کل وکتورش رو مربع رو عوض کنیم، بریم در رسمت طول پدگیری ماشین. الان رو انتخاب کنیم. عمری که برای این کار من زدم 5.5 خوب بود برای ابزاری که داشتم. زاویه ای که داریم، ام وی که انتخاب کردم 150-60، عمری هم که میخواد بره هر بار 6 تا مثلا، حالا هرچی، این که زیاد مهم نیست برای این کار. اوکی کنیم. اوکی، وقتی اینو بزنیم ابزار ویمون دور این دایره میچرخه و باعث میشه همچین شکلی به شما بده. زاویه من نشونش بدم به همین راحتی. دو بعدی هم هست. حالا اگه توجه کنید یه قسمت نوکتیزی هم اینجا میمونه که با یه اشاره سنباده اگه بخواید مثلا هرمی هم باشه خیلی قشنگ تر هم هست. حالا چه بهش میگن را مدل لمسه ای یا مدل گل پیچ. خیلی راحت بودم. نمیدونم ابزارشناسی رو هنوز خیلی از دوستان توجه نمی کنن و سریع میرن تو قسمت ریلیف و ماشین ریلیف انتخاب میکنن و سه بودی میخوام بکنن. حرکت ابزار رو هنوز متوجه نشد بشه صورت. خب انشالله آموزش خوبی باشه. بعد ادامه میدیم درباره اوتو در کابینتی که آقایت فرستادن.
انشالله آموزش خوبی باشه.